یه خوش اومدید به کانال خودتون تو یوتیوب. برگشتم با یه ویدیو یه ریاکشن بعد از مدت طولانی. امیدوارم که از این ویدیو ریاکشن به آهنگ ADHD از جیدال خوشتون بیاد. گوش بدیم به ترک ADHD از جیدال و لوکی که جیدال تو این چند وقت گذشته خیلی تبلیغش تو اینستاگرام کرد، بالاخره پیروز دراپ شد و چیزایی که دیدم تو اینستاگرام یه جورایی انگار مثلا حالت دیسترکت داشت، ولی توجهی نمی‌کنیم به اونا. میریم گوش میدیم ببینیم ترک چیه. اگه نکته بزنمون رسید حتما میگم. لیریکس رو میاریم و let's do this. Guy in the booth behind me gets his standard. She's chewing too loud. It's going chomp chomp chomp. He said there was something about that noise was driving me nuts. A lot of times I don't say anything, but I feel this surge of anger where I feel like punching somebody or breaking something. But he said it's not always that way. خب اینترو چیزی که دارم میبینم به نظرم میاد که توضیح به ADHDه، بیماری ADHD. ADHD فکر میکنم میشه اختلال وسواس و بیشفعالی. بیشتر تو کودک ها و بچه ها یه همچین بیماری یه همچین اختلالی زیاد شنیده راجع بیشفعالی، ولی ADHD وسواس هم میشه، داشته که من میدونم وسواس هم میشه. و این مدل اینترو دیگه تو رپ فارسی میکنم جاودانه شده، کمتر پیش میاد دیگه موزیکی بیاد اینترو انگلیسی و اینترو فیلم و این داستان نشه. تو این چند وقت گذشته تو دابل آلبوم بوده، نمیدونم تو خیلی ترک ها بوده. میخوام الان فکر کنم حداقل 5 6 تا ترک تو این 4 5 ماه گذشته بوده، ولی خب دیگه چیزی که هست و بریم گوش بدیم ادامهش رو. شروع ترک لوکی داره میخونه خیلی محبوب. یه میخوان از مدرک برم رب نزدیک تر رگ گردن به من نمیذارم این آلات سر گردن شب خوزم گیوتینه باید بهم گردن بدن اینجا میخواد دیدشی باید عمدن پسر یه حرکتی بزنی به احمق بگن پشت سرم صف قده یه صد برگو میمونه روی تک تکش دست خط من کلیشم بد یکی بگه اینا اکی میگیرن خط ریشو پش بول ولی بیریشن هست کار سطحی یه چاقی پیچی لش نکن فیمو نداری توی سیق جنبش و عربو به شهر پول تو هم میشی بندشو خیمه شب پاسید نروش چیزی پستشو بکن گیریم تو پا شیری پرشو خب گوش بدیم به ورس یک از لوکی. ورسش بد نبود ولی صداش یکم میکسش به نظر من نمیدونم خیلی پایین نبود، نمیدونم شاید بخاطر هدفونم اینجوریه، صداش خیلی کار پایین بود. دلیوریش جا میلنگید، اوپنینگش رو دوست نداشتم ولی خود ورس باحال بود. وسطش هم یه سویچ فلو خوب زد به نظر من، ولی سیمیم صداش خیلی کم بود. خیلی نمیخوام معطل کنم خودم رو روی متن و اینا، ولی بازم گیوتینه باید من گردم بهم خلا. من یاد ورس کوروش فکر کنم انداخت سرزده میام گیوتین میگم به خیلی خیلی نزدیک بم بود. شاید تو اصلا اگه نقد و بررسی یه زمانی از این ترک رفتم بیشتر به این نکاتش توجه کنم، ولی خب الان میخوام ریاکشن بریم برنامه ادامهشو گوش میدیم. شیری پرشو داشتم جدی همیشه ADHD داشتم خیلی جدی چه بیت باحالی داره داشتم خیلی جدی همیشه ADHD داشتم خیلی جدی داشتم خیلی جدی همیشه ADHD جیدال میگه فوتو هوی که ایما توشی مشقی میخوام به هم بره گرامی رو کندری که روزه که دود ADHD داشتم خیلی جدی همیشه ADHD فوق هوی که ایما توشی مشقی میخوام به هم بره گرامی رو کندری که روزه که دود کنم گرامی به جی زی سو دارک هاو بلو درست مثل نیوی بوک توی گوشت ولی ام ام اینو کوک شده کارم من نظر کیفی بود دوتا برسی چون مونده خیلی نگو مثل اون آفاز بزی لین میاد رو بیت فلو مثل بومو بلین کلمه دورم مثل کتو میتریکس دنیا دور تو مثل ADHD دنیا دور تو مثل ADHD آه دارم پر شده کفتار پار شدن همه قف شده فکا تو میری مثل کنتور برقا شل میزنی تو شل شده بندات دلغه که دوزاری مفخور دربار یه رخ میان انگا دور پر سرباز دست مهرشم و برخور بدماد لوکی اصلا جنس نه یه بونجول دستمال ورس دورم لوکی خون بعد اون کورسی که جیدال خوند که توش میگه خیلی جدی هم شده داشتم ADHD جیدال داره رسما میگه من ADHD حالا اختلال وسواسی بیشفعالی داشتم بهشم میخوره، ولی بازم اگه بخوام ورس دور بگم اوپنینگش به نظرم باز خیلی من باحال نکردم. فاکت هول گیمان خیلی صدا نمیم یه مدلیه نمیم میکس داستانش چیه، ولی خیلی نکته جالب‌تر اینه که بازم میگه میخوام بده بهم بده گرمی رو کندریک. بازم برمیگردیم به ترک گرمی از کوروش که توش میگه بده گرمی رو لیدی گاگا برلی کوپر، اینجا میگه میخوام بهم بده گرمی رو کندریک. خیلی نمیتونه بی دلیل باشه این دوتا شباهت بالا پایین، و در ادامه بازم استفاده از مثلا لفظ کفدار که تو
ترک آلستار کوروش اومده. نمیگم حالا کلمه ها دیگه تو رپ فارسی که انحصاری نیست، ولی اینکه اوپنینگ دوتا ورسش یه شباهتی هایی به کوروش داشت و این داستانی که جدیدن کوروش و گروه ونتون دارن با جیدال، بعید نیست که یه حالت نمیگم دیسترک ولی حالت تیکه توش باشه. ولی این حالت مثلا هوک توی گوشت ولی نی ام ام ای، یا مثلا کلمات دورم مثل میتریکس، کلمات عبارت خارجی بکنم بکنم زیاد بود. در کل ورسش خوب بود، همون ترانزیشن همون فلو سویچ رو دقیقا دوباره تو وسط ورس دو زد، خیلی شبیه بودن ورس یک و دو از نظر مدل فلو. من با استایل و مدل خوندنش حال کردم، با اینکه صداش خیلی پایین بود و یکم انرژیش کم بود، احساس میکنم خیلی انرژیش کم بود، خیلی حال نکردم. به بازم خیلی معطل نمی کنم، بریم ادامهش گوش بدیم. رو من نگیر انگوش شوره رو اون میگیره یه حوچش منو بشنسی بخونی رساله رو میدونی اکس بدی میگیری جنازه رو ای مشکل رپ فارسینه توش آدم لاکار زیاده میخوام برسم توی ثانیه اکثر عملی با پای پیاده به این مشکل رپ فارسینه لپس و پر اکثر جیب خالیه کلا سر قدقه نمیگن جالیه اوزا قرمز ولی تیک آبیه به همه خورده داده حال ما رپ کن و خواهی مال آزاده خودشون فروختن چاقالا چرا چاکران باز مثل شامانا نگاه به شهرت نداشتم خیلی حسی رپ کردم من روی ADHD معروف شدم نه که الویس ملویس ولی شاعر مریضم جدی جدی تو علاقه دارن این کشو به من جیدا خم ابروی هیچ وقت نداره خب خواستی داستان رو بندازی برای من همون یه نصیحت اما به تو خواهی مالمون رو نفرست برای شخصی قیار یا چه دیگه حواله کن برای ما نمیشه کسی سر داره شد چون دوتا اکس داره و سر داره دوست آخرش چقدر عجیب شد. خب گوش دادیم به ترک ADHD از جیدال و لوکی. اول از همه کردیت بزرگ این ترک رو میدم به پرودوسرش یعنی سین. به نظر من کار باحالی کرد. اگه حالا میکس و مسترم به خودش بود به نظرم میکسش مقداری یا حالا شاید نمیدونم مستر نهاییش مقداری به نظرم با چیزی که من مدلی که من معمولا حال میکنم باش فرق میکنه، مثلا ممکنه خیلی با این مدل حال کنن. این از این کردیت خوب میدم، به نظر بیتش خیلی باحال بود. متن یک و دو رو که یه توضیح کوتاهی نسبت بهش دادم و بیشترم اصولا دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدیم توی ریاکشن ها، ولی میرسیم به ورس جیدال. ورس سوم همیشه گفتم به نظرم جیدال و مثلا کوروش و جیدال و اینا جز استعدادهای یعنی توی نسلی که هنوز تو مین استریم هست جز استعدادهای خفنن دیگه، استعداد نیستن دیگه، به بلوغ رسیدن. به نظرم کارشون خفن، ورس قوی بود، نمیشه گفت ورس ضعیف بود. ورس قوی بود، سوشواله خوبی داشت، واقعا سوشواله خوبی داشت. میگه خایمالم نفس برای شر به آرش سرطان میگه احتمالاً، که یعنی به ام جی میگه، که اون داستانی که بازم توی ریاکشن و نقد اون ترک ها توضیح دادم که جدیدا مود شده توی رپ فارسی که خود اصل کارا وارد داستان نمیشن و یه جورایی کسایی که تازه وارد ترن و لو ترن یا حالا مثلا لولشون پایین تره توی داستان رپ رو میفرستن جلو. بعد در ادامه میگه برای ما کسی نمیشه سردار شد چون دو تا عکس داره با سردار دوست. خب سردار شد که لقب سراب امجای مشخصا به سراب امجای انداخته که عکس داره با یه سری افرادی که همیشه بحث برانگیز بوده اون داستان و عکس ها. دیگه چی دیدم خیلی باحال بود به نظرم توی ورس جیدا؟ خوب یه تهدید خیلی باحال کرد، یه سری فکتا راجع به رپ فارسی گفت که قبول دارم، یک کلا سبک قدغنه، میگن اینجا عالیه، اوزو قرمز ولی تیکا آبیه. حال کردم میگم پانچای مخصوصا جیدال خیلی پانچایی که همیشه تو رپ فارسی من حداقل باشون ارتباط خیلی نزدیک و باحالی برقرار کردم. پانچش باز طبق معمول پانچای خوبی بود، شاید بهترین پانچش هم نزده مثلا همیشه، ولی پانچای خوبی زد واقعا. ورس جیدال به نظر من صدا و ایناش اوکی بود، اوپنینگش سو بود ولی اوپنینگش هم خوب بود و کلن بحث همش گنگستا رپ بود و داستان حالا اون کلکلی که بوده. من این داستان آرش سرطان ام جی تو اینستاگرام راستش بعد اینکه ترک منتشر شد دیدم، خیلی پیجا نوشتن دیسترک جیدال به سرطان و ام جی، که یه واکنش هم مثلا تا آرش سرطان داشت تو اینستاگرامش، یه دو تا ویدیو گرفت و یه چیزایی هم گفت، یه متنی هم نوشت. ولی چیزی که اصلا ندیدم بهش توجه بشه، این داستان میدم میخوام بده گرامی رو کندریک و این داستان کجا بود این گیوتینو فازم گیوتینو باید بهم گردن بدن، که جفتش رو تو ترک های کوروش حالا شنیدیم و نمیدونم حالا تیکه مستقیم بوده نیست نبوده. و لات سرگردنه اینا حالا خیلی چیزایی که
جنیوس چیز کرده، مارک کرده ریچ و پش فول. حالا مثلا اینا احتمالا تیکای مستقیمیه یا غیر مستقیمیه به سراب ام جی و آرش سرطان. به نظرم کلیت ترک، ترک بدی نبود، ترک باحالی بود. سبک مدل خوندن خیلی مدرن جدید نبود، ولی میگم اون قسمتی که به نظرم مثلا لوکی میکس صداش یکم پایین تره، بعد جیدال یکم لول صداش بالاتره، نمیدونم، شاید شخصا همچین حسی دارم. با اونش حال نکردم، به نظرم بیتش بیت خیلی خوبی بود، بیت باحالی بود، با بیتش ارتباط برقرار کردم، پرودوسش باحال بود. میگم جز اون داستانی که گفتم ورسام به هر سه تا ورس خوب بودن، ورس اول و دوم یه خورده ضعفای هم شنیداری و دلیوری داشتن، هم شاید مثلا چکم شبیه هم بودن از نظر مدل فلوها و سویچ فلوها. ورس جیدال اوکی اوکی بود، خیلی حال کردم باش، با ورس جیدال واقعا حال کردم و احتمالا مثلا تو باره بعدی که گوش بدم، تو 7-8 باری که گوش بدم، شاید بتونم نظر بهتری بدم تا معمول راجع به این داستان. ولی الان با بار اول ترک بعدی نبود، متوسط رو بالا بود به نظرم. و همین، چیز دیگه هم نیست. اینم که دقیقاً اختلال کم توجه و بیش فعالی همون ADHDه. و اینکه اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما ویدیو رو لایک کنید. واقعا این که مثلا یه ویدیوی چند هزار تا ویو میخوره یا چند صد تا کامنت میخوره ولی لایک نمیشه، و همیشه هم درصد لایک های ویدیوهای من بالای 90% همه ویدیوهایی که تا حالا منتشر کردم به صورت میانگین، این هم از سمت من ناامید کننده است، هم احساس میکنم که خیلی شاید تنبلی از سمت مثلا کسی که میبینه، یا شاید مثلا به خاطر اینکه با وی پی ان خوب نمیاد، یا مثلا چه میدونم یوزرتون ساین اپ نکردید، قبول نمیکنه، ساین این نکرده، قبول نمیکنه، نمیدونم. ولی در صورت لایک کنید، کامنت بذارید، همه کامنت ها رو میخونم و سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.